من 29 سالمه و میتونم بگم تا الان تو این 29 سال نشده بود که یه اصلاح سر داشته باشم به نرمی و به در واقع چی میگن راحتی اصلاحی که من با این ماشین اکس مستر داشتم. واقعا ماشین خیلی خوبیه، اصلا هیچ چی بهش میگن مو رو نمیکشه، نمیدونم پینچ نمیکنه، اصطلاحا گاز نمیگیره یا خون نمیندازه و اینا. من یه مشکلی که دارم اینه که احساس به خارش میکنم توی سرم و بهش میگن سبوریتیک درماتیتیس، که البته خوشبختانه حالت مایلده و فقط خارشه. اگر حالت خیلی سختش باشه که شما مثلا ممکنه در قسمت‌های مختلف سر زخم‌هایی رو ببینی، یا مثلا پوستای اضافه رو ببینی پشت گوش یا مثلا روی ابرو یا جاهای اینجوری. به خاطر همین ناچارم هر از چند گاهی در واقع موهای سرم رو کلا بزنم و کچل کنم. اینه که قبلا از ماشین های اصلاح سیمدار استفاده می کردم، ولی خب تصمیم گرفتم که یه دونه بی سیمش رو بخرم و واقعا تصمیم خیلی خیلی خوبی بود. من واقعا از این ماشین خیلی راضیم. حتی تو هیچ در واقع سلمونی من یه همچین اصلاح نرمی رو تا حالا نداشتم. خب حالا یه خود میریم توی ویدیو براتون توضیح میدم که چرا من تصمیم گرفتم که این در واقع ماشین رو ریویو بکنم. پس بدون اتلاف وقت بریم ببینیم چی براتون آماده کردم. خوش اومدید به کانال من و ممنون از اینکه ویدیو منو تماشا میکنیم. قبل از اینکه بخوام ماشین اکس مستر رو بررسی بکنم، یک کوچولو بگم که چه چیزهایی توی در واقع باکسش تحویل میگیریم. خب اول از شونه ها شروع میکنم. 8 تا شونه بهت میده که کوچکترینش 3 میلیمتریه، بعد 6 میلیمتری، بعد 9 میلیمتری، بعد فکر میکنم 12 میلیمتری باشه، بله 12 میلیمتری، بعد 15 میلیمتری، بعد 18 میلیمتری، بعدش احتمالا 21 میلیمتری باشه. من چون آره اینا 21 میلیمتری و آخریش هم در واقع 25 میلیمتری که این 25 میلیمتری رو من تو ریویو های آمازون که میخوندم نوشته بود که خیلی از ماشین ها در واقع نمیدن. و البته این براش یا این برسی که میشه باهاش ماشین تمیز کرد. و یه چیز جالب دیگه هم که هست، این در واقع نحوه تشکر کردنشونه که میگه که Thank you for choosing us، ممنون به خاطر اینکه ما رو انتخاب کردین. و این پاکت نامه خیلی خیلی قشنگ رو میده که توش میتونی منیوالش رو پیدا بکنی.
اینم از منیوالش. و یه چیز جالب دیگه این که اگر که از آمازون خرید کرده باشی میگه $40 جایزه میدیم اگر برای ما یه ریویو بنویسی. تنها کاری که باید بکنی اینه که ریویو رو بنویسی، لینک اون ریویو رو به اضافه اون اوردر نامبر آمازون یا اون در واقع شماره سفارش آمازون رو برای اینا به ایمیل support-beauty@apove.com بفرستیش. اینم از این. حالا بریم سراغ خود در حقیقت ماشین که من توضیح بدم. همینطور که میبینی خیلی واقعا شیک و خیلی قشنگ هستش، نه اونقدر سنگینه و نه اونقدر سبک هستش. اینم که در واقع چارجینگ استیشنشه یا در واقع ایستگاه شارژش هستش که باهاش میاد. رنگش هم میگن خاکستری، آبی خاکستریه. من واقعیتش نمیتونم منظورشون چیه و اینا، ولی خب حالا بذار یک مقداری توضیح بدم. اول راجع به دکمه ها و این صفحه هایی که وجود داره. خب این دکمه منفی و مثبتی که این بالا میبینی قدرت یا پاورش رو مشخص میکنه که کمترین قدرتش که بیشترین قدرتش در حقیقت 7000 RPM یا راوند پر مینت یا چه فکر کنم یعنی چرخش در دقیقه همچین چیزی. در هر حال این 7000. بعد همینطور که میبینی اینجا مشخص میشه اگه من مثلا اینو بزنم میشه 6500، بعد 6000، بعد 5500 و بعد هم 5000 کمترین قدرتیه که میده. این 5000 مثلا برای در واقع اصلاح سر نوزادا و اینا مثلا خوبه، هرچی کمتر باشه خب قدرتش کمتره. اما من هیچ مشکلی نمیبینم که حتی با 7000 هم سر بچه ها رو باش اصلاح بشه. و خب این دکمه روشن و خاموشش الان مثلا من روشن میکنم، این صدایی که داره خیلی صدای کمی داره، واقعا عالی از این نظر. خب الان من همینجوری ارتقا که میدم یعنی 7000 صداش این شکلیه، درست شد؟ حالا خاموش میکنم. این چهار تا دکمه این بالا ببخش چهار تا دکمه این بالا که عددهای رومی هم روش داره، در واقع این بالای یک، بعد این دو، بعد این در حقیقت سه، اینم چهار، اینا کاتینگ لنث یا اون چی بهش میگن طول در واقع برش مو رو تعیین میکنن که همینطور که میبینی تو صفحه اینجا نوشته یک، این یک رو که نوشته 1.0 یعنی 1.0 یعنی 1 میلیمتر. اگه مثلا من برم 2 رو بزنم میره رو 1.3 میلیمتر، اگه 3 رو بزنم میره رو 1.6 میلیمتر، و اگر 4 رو بزنم میره رو 1.9 هم 2 میلیمتر خودمون میشه، درست شد؟ خب و وقتی هم که اگه دقت کنی من حالا اینو که نشون بدم مثلا کم و زیاد که میکنی مثل این حرکت میکنه، یعنی کمترینه مثلا این بیشترینه، درست شد؟ این به این صورت هستش. تو ماشینای دیگه مثلا باید اینجوری بپیچونی یه گردونه درات بپیچونی که این مثلا تیغش عوض بشه، چی بهش میگن طول برشش عوض بشه، ولی این خودکار هستش. خب این در رابطه با این. حالا بریم چیزای دیگه. این بالا رو اگه دقت کنی خط، چند تا خط وجود داره نوشته بردن یا همچین چیزی. ببخش این در حقیقت نشانگر میزان لود یا باریه که روی تیغ وجود داره. اگه مثلا این یک باشه، دو باشه، یا مثلا تا حتی وسطی باشه اشکال نداره، ولی اگه تا آخر باشه نشون میده که باید این تیغ رو دراری و بشوریش، حالا یا مو زیرش زیاد گیر کرده یا حالا هرچی، و دوباره در واقع نصبش بکنی. این چیزیه که توی منیوالش نوشته. بعدی هم همونجور که گفتم قدرت رو نشون میده که من همیشه رو 7000 میذارمش بمونه. بعد این 190 نشانگر دقایقیه که مونده تا باتری خالی بشه، درست شد؟ اگر که این بر مبنای در واقع میزان قدرتی که انتخاب میکنی تغییر میکنه. مثلا من الان اینو میارم رو کمترین قدرت، همونطور که میبینی نوشه 250 دقیقه، درسته؟ کمترین قدرت 5000 بود، اینو شد 250 دقیقه. یعنی اگه با 5000 RPM کار بکنی تا 250 دقیقه که واقعا دیوانه وارا، یعنی یه چیز خیلی خفنیه، بهت در حقیقت شارژ باتری میده. حالا من میذارمش رو 7000. خب همین 190 باقی بمونه. این پایینی هم که گفتم کاتینگ لنگثه، یعنی اینکه تا چه حد مو رو ببره، و میلیمتر هم هست، 1 میلیمتر. و آخری هم که خب علامت باتری هستش دیگه، درسته؟ نشون میده که باتریش تا چه حدی پره. این بالا اینجا که سیاهه، زمانی که نیاز باشه که بخوای در حقیقت این زمان روغن زدن باشه به این تیغ، این بالا یه علامت اویل میاد که نوشته اویل، فکر میکنم زرد رنگ هم باشه، درست شد؟ نحوه شارژش هم که
به این صورته که وقتی میذاری همتون، یعنی چون شارژش پره، شارژ سریع داره، اینو وقتی میذاری یه بیپی میکنه، وقتی شارژش تموشه یه بیپی میکنه و همین، و هیچ اوورچارج یا چارج بیش از اندازه هم نداره، نگران اونش نباش. درست شد؟ خب اینم از این. حالا یه توضیحی بدم در رابطه با اینکه چجوری باید تیغشو در بیاری، یه خود سخت واقعیتش. این ببین اینجا رو فقط کافیه که بگیری و بکشی پایین، درسته؟ این داخلش هستش و اینم داخل تیغش هستش که به این صورته. فقط تیغش قابل شستنه، یعنی تیغش رو میشه زیر آب شست، آب نباید داخل این بره، خود اینو باید با یه دستمال خیس یا دستمال صابونی تمیز بکنیم. خب حالا این چیزش یه خود مصیبت میشه برگردوندن این. ببین این دوتا زائده در واقع پلاستیکی رو که مشاهده میکنی، این باید بره بالای این زائده سفیدا، روی این در واقع زائده های فلزی، این دوتا زائده فلزی رو که میبینی، این دوتا روی این نباید قرار بگیره، اشتباه منو نکنی یه وقت ماشینت خراب بشه، که البته خوشبختانه انقدر کوالیتی و کیفیتش بالاست که هیچ اتفاقی براش نمیفته. من دو سه باری سعی کردم، این همینطور که میبینی حرکت میکنه، یعنی واقعا مشخصه، از هم واقعی میگیریش مشخصه که کوالیتی کیفیت کار خیلی بالاست. خب حالا الان من اینو میذارم، این یه خود برام از سخته، ولی خب اشکال نداره، با تمرین یاد میگیری. فقط کافیه که اونو درست الاینش بکنیم، اینو بذاری و همین، به همین راحتی، حتی نه به همین راحتی، ولی خب یه خود زمان میبره، الان چون جور دوربینی یه خود برام سخت بود، ولی خب اینطوری هستش دیگه. خب حالا راجبه مشخصاتش که صحبت کردیم، حالا بگم چرا من اصلا اینو دوست دارم. واقعا اولین دلیلش این اصلاح فوق العاده نرمیه که داشتم من، یعنی میتونم به جرئت بگم تو این 29 سال تا الان یک کچل کردن به این راحتی نداشتم. خیلی خنک روی پوست در واقع سر، خیلی خنک، بدون اینکه مو رو بکشه یا خون بندازه. من حتی مثلا تو بعضی از سرمونی ها شده بود سرم خون میافتاد، و تا الان نشده بود که انقدر من اصلاح در واقع نرمی داشته باشم به این نرمی. خب این اولین دلیلشه. دلیل دوم که صداش خیلی کمه، همینطور که مشاهده می‌کنید، نمی‌دونم بشه دوربین بگیره، صداش فوق العاده کمتر از اون سیمدارها هستش. راحتی کار باهاش، راحتی کار بخاطر اینکه بی سیم دیگه، بدون سیم هستش و خیلی راحت می‌ذاری. من حتی معتقدم اونایی که در واقع آرایشگاه دارن فوق العاده براشون خوبه، چون 190 دقیقه خب خیلی زیاده، ضمن اینکه با سیم هم کار می‌کنه، یعنی می‌تونی اگر در واقع دوست داشتی با سیم هم کار بکنی، یا اینکه نه مثلا می‌تونی دو تا بخری، حالا یکیشو بذاری شارژ، چون شارژش خیلی سریعه و از اون یکی مثلا استفاده بکنی اگه کارت آرایشگری هستش. چیز دیگه این که واقعا خوشگله، انصافا چیپ نیست، یعنی مشخص وقتی میگیری دستت یه کار با کوالیتی و کیفیت بالا هستش. نکته دیگه این که در حقیقت با این کردل اصطلاحا یا با این چارجینگ استیشن میاد که کارو خیلی خیلی راحت تر میکنه. توی مدلای دیگه مثلا این به صورت عمودی اینجوری وای میسته که ممکنه دستت بخوره بیفته، ولی این به صورت حالت مثلا افقیه که خب خیلی راحت تره. باتریش فوق العاده عالیه، یعنی همونطور که میبینی 190 دقیقه. من حالا خواهید دید سرم رو که کوتاه کردم تقریبا 6 دقیقه زمان برد. حالا اگه یه چیه بهش میگم کلکیولیشن ساده، محاسبه ساده انجام بدی، میبینی که مثلا 190 تقسیم بر 6، من تقریبا یه چیزی 2 سال دیگه نیازی نیست اینو من شارژش بکنم. این باتریش خیلی خوبه، همینطور تیز بودن تیغش، چون اگه انقدر تیز نبود نمیتونست راحت مثلا در واقع موها رو ببره. و خب این که در واقع این تیغش تیزه و باتریش در حقیقت انقدر خوب کار میکنه رو البته باید بگم که این در طی زمان خودش رو نشون میده، ولی من با اون چی بهش میگم فرست ایمپرشنی که داشتم، اون اولین برخوردی که باش داشتم، فوق العاده دوستش داشتم. همونطوری هم که گفتم وزنش اونقدری نه زیاده نه کمه، درسته خیلی مناسب هستش، راحت هم توی دست قرار میگیره، درسته یعنی گریپ خوبی داره. خب من تا یادم نرفته راجب چیزایی که دوست داشتم صحبت کردم، اما دو تا نکته خیلی کوچولو هم هستش که اگر آپوف روشون کار بکنه واقعا دیگه این شاید میتونم بگم بهترین ماشین اصلاح میشه، یعنی دیگه خیلی دیگه کامل میشه. یکی این که همونطور که گفتم این 100% واشبل یا 100% قابل شستشو نیست، یعنی ضد آب نیست،
و فقط میشه تیرشو در آورد و شست. اگه واقعا یه کاری بکنن که این ضد آبم بشه که دیگه واقعا نور اعلی نور میشه. این یکی. یه مطلب دیگه این که الان من باکسش رو میرم نشونت میدم. خب ببین این باکسش واقعا یک جعبه خیلی چی بهش میگن در مثلا مگنتیک داره، مغناطیسی داره و با کیفیت هستش. داخلش که نگاه میکنی همه ابری هستش، خیلی قشنگه. ولی خب من حاضر بودم به جای این که مثلا اینقدر کوالیتی خوبی داره پکیجینگش، به جای این مثلا یک در حقیقت کیسی، یک کیف کوچولوی چیزی میذاشتن که برای مسافرت در واقع راحت باشه که وقتی میخوای مثلا اینو داخلش بذاری. البته برای من این دوتا به قول انگلیسی دیل بریکر نیست، یا مثلا عوامل نیست که میگم خب حالا من خوشم نمیاد. ولی اگه این دوتا رو، یکی این که ضد آب بشه و یکی اینم یه کیسی چیزی یه در واقع کیفی چیزی داخل جعبه بذارن که برای حملش راحت تر باشه، این دوتا رو اگه انجام بدن خیلی خیلی بهتر هم میشه. فکر میکنم راجع به همه چیزش صحبت کردم، دیگه چیز دیگه ای نمیمونه. امیدوارم که واقعا مفید واقع شده باشه. اگه خواستی بخری من حتما حتما این رو توصیه میکنم. در قسمت بعد یه نمونه از اصلاح سر من رو خواهی دید. ممنون از اینکه تماشا کردی.